درود بر شما. 29 مهر ماه 1401 خورشیدی و 22 اکتبر 2022 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به اعتراضات و اعتصابات در خوزستان. پرده آخرم به روال معمول آخر برنامه و تقدیمی این هفته از بانو گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی است. ستار بهشتی که میدونید کارگری بود که در آبان 91 زیر شکنجه در بازداشتگاه جان داد. تقدیمی این هفته به مردم سراسر ایران. سالهاست که ما عزاداریم، حالا ایران عزاداره. جوانامون از تو خیابون میگیرن، میبرن تو زندان، اعتراض اجباری ازشون میگیرن، زیر شکنجه بعدا زندان آتش میدن. جمهوری اسلامی هر کار کرد، ما سکوت کردیم. حالا دیگه سکوت میشکنیم. من چیزی ندارم از دست بدم. جمهوری اسلامی بیاد من رو الان بکشه، فدای جونم، فدای ایران، فدای این بچه هایی که تو خیابون دارن مبارزه میکنن برای انقلاب. پیروز بشن انشالله که اینا ناسرنگون بشن، که جوانان تو خیابونن شب و روز می جنگن با این رهبر خونخوار. جمهوری اسلامی ما دوزه و قاتل هست. مردم چرا نشستین؟ محل ما باد نشست ها، اونایی که آب نداشتین می جنگیدین. چرا؟ بلنشین دست و دست یک هم دیگر بدیم بیاییم تو خیابون. جوان همون داره پرپر میشن. چرا اینطور میکنین؟ آی مردم، غیرت ایرانی کجا رفته؟ بلوچ، کرد، خوزستانی، بختیاری، غیرتت کجا رفته؟ بیا بیرون، اگر مردی برای ایران میمیری. مادر دادخواه کجایین؟ از چی میترسین؟ جوان همون گرفتن، خونه همون آتش دادن. اینا از ترسشون دارن زندان رو آتش میدن. مادر دادخواه ما چی داریم از دست بدیم؟ جوان همون دادیم دیگه. بیاین بیرون، سکوت نکنین. بعد 80 سال برای این دینی که میخواد مردم رو بکشه، من این روز حجاب رو از سرم برمیدارم. باز میگم مرد به اون ترسوها، اونایی که صدای من میشنون بدونن بازم ترسوی هم که نمیان بیرون. بیان بیرون. اعتصاب کارگران نفت و گاز و پتروشیمی برای حکومت حکم زنگ مرگ داره. طبیعتا سعی میکنه با سرکوب شدید جلو اعتصاب رو بگیره. این برای نمونه فیلمی است از اعزام نیروی ویژه از بوشهر به عسلویه. دارن لشکرکشی میکنن برن جنگ با کارگرا. بذاریم مستقیم بریم سر اصل موضوع. از اعتصاب پالایشگاه آبادان که معروف شده همین اعتصاب کمر حکومت پهلوی رو شکست، تا امروز خبری نشنیدیم در این قیام سراسری. بعضی فعالان سرشناس در آبادان به رسمی های پالایشگاه فشار میارن، به کارگر و کارکنان رسمی پالایشگاه فشار میارن که اعتصاب کنن. که یکی از این فعالان که کارگر سابق پالایشگاه آبادان، افشین قنبری است که به قول سعید حافظی روزنامه‌نگار آبادانی میگه کسی در آبادان نیست که افشین قنبری رو نشناسه. درود به همشهری های گلم، به چای خوب آبادان. امروز روی سخنم با به چای پالایشگاه، به چای رسمی پالایشگاه. اونایی که دستشون به دهنشون میرسه تو شهر، فقط به چای رسمی پالایشگاه هستن که دستشون به دهنشون میرسه و اغلبشون هم اونایی شهید دارن، یا فرزند شهیدن، یا پدر شهیدن، یا برادر شهیدن، به خاطر همین رسمی شدن.
هر چهتون خواهش کردن، همه خواهش کردن، هیچونتون بیرون بیرون نیمد از خونه، هیچ کنون داخل اعتراضات نیمد. حالا که داخل اعتراضات نمیاین، لاغت داخل خونه تون بشینین، سر کار نرین، یه کاری که میتونین بکنین، هم دستتون به دهنتون میرسه، لنگ نمیمونین، هم یه خور پریزن رو بشتون ماشین استراحت کنین کام، چه اشکال دارم؟ یه هفته یعنی نمیتونین سر کار نرین؟ فرض کنین خمینی مرده، همیتون میرین شمال موقع خمینی مرده، فرض کنین همون روزان دیگه، یه هفته خونه بمونین سر کار فقط نرین، کار خاصی نمیخواد که بکنین که اگه شما نرین خود به خود پارشگاه تعطیل میشه، ما که بچه پارشگاهی میدونیم جریان چیه، شما نرین پیمانی ها دیگه کاری نمیتونم بکنن، تا رسمی نباشه پیمانی که کاری نمیتونم بکنن، رسمی باید بگه پیمانی چیکار بکنن چیکار نکنن. خواهش ازتون میکنم، خواهش میکنم یه خورده همکاری کنین، خود خامنه ای صدای انقلاب شنید شما رو نشنیدین، تمامش کنین دیگه، فقط کافیه یه هفته نرین تمام شده، یه هفته سر کار نرین داخل خونتون بشینین، همه چی تمام میشه، یه ایران نجات میدین با خونه نشستنتون. جدا از موقعیت کارگران نفت و گاز در خوزستان، سه‌شنبه گذشته کارگرای هفت‌تپه در محل مجتمع تجمع کردند. اهمیت حرکت کارگرای هفت‌تپه فقط خود این تجمع نبود، این بود که حکومت سعی کرد با پخش پول بین کارگرها از این اعتصاب و این تجمع که از قبل اعلام شده بود جلوگیری کنه، که البته موفق نشد. اسماعیل بخشی نماینده اخراجی کارگران هفت‌تپه نوشت: امروز سه‌شنبه کارگران هفت‌تپه آمدند تا شرافت را معنی کنند. اگر مدیریت شرکت به جای 7 میلیون 70 میلیون پول خریدن کارگران به حسابشان واریز می‌کرد، باز همین مردان شریف اعتصاب می‌کردند. هفت‌تپه سفره مردم رو مستقیم تغذیه می‌کنه، یعنی کل شکر ایران و خوزستان تأمین می‌کنه. فولاد خوزستان به صنایع خانگی و خودروسازی و غیره مربوطه و نفت به ویژه پالایشگاه نفت هم به سوخت مصرفی مردم هم به صادرات نفت و درآمد مستقیم حکومت مربوط میشه. در بخش‌های صنعتی حرکت اعتراضی سیاسی انجام نشده چندان یا اصلا، حالا صحبت میکنیم. حتی اعتصاب اقتصادی هم غیر از موارد پراکنده نمیبینیم. چرا؟ در خدمت آقای فواد کیخسروی هستیم، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. آقای کیخسروی خوش آمدید به امشب صفحه آخر. چرا در بخش‌های صنعتی حرکت اعتراضی سیاسی انجام نشده، حتی اعتصاب اقتصادی هم عرض کردم جز موارد پراکنده نمی‌بینیم، چرا؟ سلام دارم خدمت شما و همچنین بینندگان محترمتون. واقعیتش اینه که اگر بخوایم نگاهی به اعتراضات و اعتصابات کارگران داشته باشیم، ما در چند سال گذشته روزانه حداقل 2 تا 3 اعتراض کارگری داشتیم، یعنی اون بخش و اون قشری از جامعه که همواره اعتراضاتش بر سر مطالباتش در جریان بوده خود کارگران بودن. و اگر مابقی حالا گروه های مزبگی رو در نظر بگیریم، مثل معلمان، بازنشستگان و معلمان، تعداد زیادی از اعتراضات رو ما در سالهای گذشته شاهد بودیم. مشخصا اگر نگاه بکنیم، خبرها روزی نیست که خبر از اعتراض کارگران شهرداری در شهرهای مختلف نشنویم که مشکلات زیادی مثل یعنی تعویق حقوق و دستمزدهاشون، مشکل شرکت‌های پیمانکاری، عدم تمدید قراردادشون و خیلی مسائل دیگه همواره وجود داشته. یا خود کارگران پروژه‌ای صنعت نفت در سال‌های گذشته اعتصابات و اعتراضات زیادی داشتن. سال 1400 خود کارگران پروژه‌ای حدود 3 ماه، بیشتر از 3 ماه اعتصابشون ادامه داشت. این اعتصاب بزرگترین اعتصاب در 14 دهه گذشته بود که با وجود اینکه اینا تشکل‌های مستقل جدی ندارن به شکل سازمان یافته و رسمی، تونستن حدود 100 هزار نفر کارگر رو در بیش از 120 شرکت پیمانکاری در پروژه‌های مختلف در سراسر کشور به اعتصاب. دقیقاً چرا الان در متناسب با قیام سراسری همین مثالی که الان زدیم، چرا الان چنین اتفاقی نمیفته؟ این رو عرض میکردم خدمتتون. ما در این دوره مشخص صرفا اعتراض کارگران پروژه‌ای رو داشتیم که روز دوشنبه گذشته 18 مهر ماه
فراخانی رو که روز قبلش در فضای مجازی و در صفحات اینستاگرامیشون منتشر کرده بودن، کارگران سایت یک پتروشیمی بوشهر، کارگران پتروشیمی هنگام و همچنین پتروپالایش کنگان و فاز دو پالایشگاه آبادان دست به تجمع اعتراضی و اعتصاب زدن. این اعتصاب سریعاً چون به هر حال تجمعشون به خارج از پروژه ها کشته، این پروژه ها پروژه های نیست، هنوز تولید ندارن، در حال اجرا و ساخت هستن، کارگران پروژه اون قسمت ها کار میکنن، یعنی مثل اینکه مثل پالایشگاه هایی نیست که تولید دارن، دارن آماده میشن، احداث میشن این پروژه ها. اعتراضشون به محیط بیرون کشیده شد، یعنی مثلا سرای پتروشیمی رو مسدود کردن، لاستیکای رو آتیش زدن، شعار سر دادن، ویدیوهاش که منتشر شد شما دارید پخش میکنید. و بعد از زیاد طول نکشید که نیروهای گارد میشه به شکل وسیعی به منطقه اعزام شدن، به طرف کارگران شلیک شد، گلوله های ساچمه ای تعدادی مجروح شدن و اخباری رو که تا الان داریم بیشتر از 200 نفر از این کارگران بازداشت شدن، یک تعدادی در همون زمان تجمع بازداشت شدن، تعداد دیگه نیروهای امنیتی شبانه به محل کمپ ها و خوابگاه ها حمله کردند و کارگران رو بازداشت کردن، بسیاری تهدید شدن، بسیاری از این کارگران مشخصا در پروژه پتروشیمی بوشهر در اصلویه از کار اخراج شدن و اجازه ورود به پروژه ها رو دیگه ندارن. این سرکوب گسترده ای که شکل گرفت به هر حال مانع از این شد که این اعتصابات تداوم پیدا کنه یا به بخشای دیگه ای کشیده بشه. البته حالا میشه بر سر این مسائل صحبت کرد، شاید یک مقدار اعتصاب سیاسی حتی زود هنگام هم بود که اتفاق افتاد، هرچند به هر شکلی که بوده باید به شدت مورد حمایت قرار بگیره. خبرهای دیگه‌ای رو که ما داریم در روزهای گذشته در شبکه‌های مجازی منتشر شده این که کارگران رسمی و پیمانی در پالایشگاه‌های گاز در منطقه پارس جنوبی دست به اعتصاب زدن یا جاهایی از این دلیل، متاسفانه به خاطر اون خاصیه که جامعه داره، انتظاری که جامعه از کارگران داره که وارد اعتصابات سریع بشن و سراسری، اخباری رو منتشر میشه که متاسفانه واقعیت نداره یا نادقیقه. این لطمه میزنه به یه شکلی، یعنی یک جایی برای خود کارگرانی که در نظر دارن وارد اعتصابات بشن حتی شاید بدبینی ایجاد میکنه. از طرف مردم و عالی و رسانه های مستقل خب به هر حال شاید اشتباه صورت گرفته، اما نباید نادیده بگیریم که احتمال داره سازمان سرکوب گسترده ای رو که حاکمیت علیه اعتصابات کارگری و برای در هم شکستن نیروی متحد کارگران به کار میبنده، یک بخشیش اعزام نیروی گارد ویژه است، یک بخشیش اینه که بدبینی و به هر حال عدم اعتماد ایجاد کنه در میان کارگران. و مسئله ای رو که باید نادیده نگیریم اینه که کل صنعت نفت در ایران بسیار محیط پادگانی داره، ما به حدود 40,000 نفر نیروی حراست در صنعت نفت داریم که در سالهای گذشته از کوچکترین اعتراضات کارگران هم همیشه واهمه داشتن، حتی اجازه ندادن کوچکترین تشکلی برای کارگران سعی بکنن ایجاد بکنن و برای همین اون محیط بسیار امنیتی هست. حتی در روزهای گذشته نیروهای امنیتی و لباس شخصی اطلاعاتی در قالب و لباس نیروهای حراستی خود پروژه ها به میان کارگران رفتند، اقدام به بازداشت کردند، تهدید کردند بسیار از این کارگران رو. البته با وجود تمام این سرکوبگری ها هنوز زمزمه های اعتصاب و فرو رفتن در اعتصاب در میان کارگران مشخصا کارگران پروژه‌ای و سایر بخش ها وجود داره. همین الان معلمان هم به عنوان بخشی از نیروهای مزدگیر در جامعه ایران فراخوان تحصن برای روزهای یک شنبه و دوشنبه دادن و زمزمه های برای اعتصاب کامیونداران هم وجود داره. اینها چقدر که در این شرایط به وقوع پیونده یا نه، اما مشخصه که کارگران در تلاش هستن که این گفتمان رو دامن بزنن. اما واقعیت رو باید ما ببینیم، این که به خاطر عدم تشکل ها، سندیکا ها و اتحادیه های مستقلی که کارگران داشته باشن که بتونن این سازماندهی ها رو انجام بدن یا فراخوان بدن رو به همکاران خودشون و به هر حال نیروی کار در محیط های مختلف، ما این رو نداریم. برای همین یک شرایط ویژه‌ای رو میطلبه که به نظر من با جلو رفتن خیزش سراسری و با تعمیق اعتراضات و تلاشی که فعالین و رهبران کارگری در محیط‌های مختلف و در مراکز صنعتی مختلفی دارن انجام میدن، حتما به این مسیر دارن نزدیک میشن که به اعتصابات دامن بزنن. بسیار سپاسگزارم آقای فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران در خوزستان. بافت اجتماعی در هم تنیده عرب‌ها و فارس‌ها به ویژه بی تأثیر نبوده در چگونگی مبارزه مردم این استان و استان‌های دیگه‌ای که جمعیت عرب بالایی دارند مثل بوشهر و هرمزگان.
و ایلام. این واقعیت رو هم فعالان کارگری بارها تجربه کردن، این بافت در هم تنیده رو که عرض میکنم، و هم ما در جریان اعتراضات مردم کف خیابون دیدیم تو همین یک ماه گذشته، تو همین هفته گذشته. برای نمونه وقتی بعد از فرو ریختن ساختمان متروپول نیروهای حکومت مردم رو به گلوله بستن، از گذشته میخوام یکی دو نمونه عرض کنم تا برسیم به هفته گذشته، عشایر عرب خوزستان برای هشدار به حکومت با پرچماشون آمدن وارد شهر آبادان شدند و جمهوری اسلامی خودشو جمع جور کرد. دید این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری نیست. و همین تأثیر ما در همین هفته گذشته هم دیدیم، بعد از هفته ها که از خوزستان به رغم اعتراضات سراسری مردم بقیه استان های ایران خبر حرکت پیگیر جدی نبود در شهرها، به ویژه 20 مهر فراخوانی از فعالان عرب اهوازی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد برای تظاهرات اعتراضی جمعه 22 مهر که دارین می‌بینین. بلافاصله فعالان غیر عرب خوزستان، به ویژه کارگران خوزستان، از هفت تپه و غیره ازش حمایت کردند و نتیجه این شد که از پنجشنبه شب تظاهرات در اهواز راه افتاد. یعنی یه شب قبل از زمانی که این فراخوان اعلام کرد و انگار جوانای اهواز منتظر این جرقه بودن. مسائل زبانی، مذهبی، قومی، سنتی، من نمیدونم چقدر در زندگی و دادخواهی جوانان فارس و عرب ایرانی امروز تأثیر داره. آنچه میدونم و روشن است این است که اینا موضوعهایی است که دامن زدن بهش فقط به نفع حکومتی است که میخواد به هر وسیله اعتراضات مدنی مردم رو سرکوب کنه، این انقلاب رو سرکوب کنه. در اخشار سنتی خوزستان تبلیغ میکنه که این اعتراضات سراسری برای کشیدن چادر از سر زن و دختراتونه. زن زندگی آزادی یعنی بی‌عفتی. یه تیکه از ویدیویی رو ببینیم که یکی از زنان محجبه هوشیار عرب خوزستان منتشر کرده در فضای مجازی، ببینیم. ما نطلع بهاي المظاهرات ليش؟ لأنها ثورة الحجاب. طيب خليك مع دقيقة خلنا نتفاهم. أنت اللي تدعي تهمك المرأة وتظن أن كرامة المرأة هو بفرض ارتداء الحجاب وتتحجج بهذه الأمور. هل يجوز تظل ساكت من تشوف مرأة أحوازية محجبة لابسة شيلتها وعبايتها ولو تجدي لو تلقط بالزباين؟ هل تظل على هذا موقفك؟ ما شاء الله على هذا التدبير. بعدين ياوي يقول هاي الثورة ضد الحجاب وقاموا بيها هم بس الفرس. هاي الثورة شارك بيها الأكراد والبلوش والآذريين وغيرهم. بس احنا مو عرب؟ وكل شيء ما يربطنا بإيران. لكل هم لهم لغتهم الخاصة وثقافتهم الخاصة بهم، وهم مثلنا مضطهدين ومظلومين من قبل إيران. نزعوا يا الشعوب ولا تخلون هاي الرجة تنقطع. ولحد العب بمقام ويكلكم هي هاي ثورة، ثورة الحجاب هي ثورة وقائمة. ما لنا شغل هم على اليمن يطالبون وش يردون، احنا خلينا نطالب بحقوقنا، بمياهنا، باراضينا، بنفطنا، بغازنا، بحريتنا، بكرامتنا، بكل شيء. من الثور الوحدنا ماكو نفع، لان الحكومه تركز بس علينا ويستخدمون كل قواهم ويغمعوننا بسرعه. هسه طالما الايران كله مخبوص وكل من يطالب بحقه والعالم يشاهد وداعم هاي الثوره، فسكوتنا ما له معنى. يعني حتى زحمه علينا الناس الخاطر موضوع واحد خابصين العالم، واحنا ملايين الجرائم والظلم وساكتين. هل سكوتنا يعني راضين بهذا الظلم؟ اذا ما راضين خلنا نطالب ونرجع حقوقنا حتى تحلى الدنيا بعيوننا ونعيش حياة بمعنى الواقع. این مردمی که این زن هوشیارانه مخاطبشون قرار داد، مردمی هستند که در کنار چاه‌های نفت از فقیرترین و ستم دیده ترین مردمان کشورن. علوها شايفه ولا هنا قانون هنا عداله وجمهوري اسلاميه شام مخالفين الإسلام، مخالفين القانون. خلي رحمونها كلها، ما هم خلي رحمونها وياهم. جاءنا والله. أنا أحكي إن تأخذنا الدولة، بالضبط هيكي ما عندناش. شو ليش تأخذ شام الدولة قانون؟ إن شاء الله ما يبغى شاء الله وانا رجع دموع كل ملك.
شركه مثلا يمكن شركه شنو هاي شركه هاي ما يشغلون شركه نفط كم متر بعد عليكم در خدمت آقای سعید حافظی هستیم، روزنامه‌نگار آبادانی که بیش از 20 سالی که در لایه‌های مختلف اجتماعی در استان خوزستان کار کرده. خوش آمدید آقای حافظی به امشب صفحه آخر. آقای حافظی، میگن شکم گشنه دین و ایمون نداره. عربای خوزستان و استان‌های دیگه مثل هرمزگان و بوشهر و ایلام که بیشترین جمعیت عرب ایران در این استان‌ها هستند، از فقیرترین‌ها و ستم‌دیده‌ترین‌ها در ایرانند. آیا واقعاً سوال مشخص، سنت پدرسالار اینقدر بر جمعیت عرب خوزستان حاکمی که مانعی است در مقابل مبارزه مردم برای آزادی و نان؟ این سنت بخشی از دلیل میتونه باشه، نه فقط بین عرب ها، حتی بختیاری ها هم همچنان در بخشی از مناطق حرف خان براشون مهمه و در مناطق عرب نشین هم حرف شیوخ. ولی اگر من اجازه داشته باشم توی چند بخش کوتاه اصلا دلایل این که این اتفاقات افتاده رو بگم که برسیم به این سوال مهم شما و در مورد این صحبت کنیم. شما رو دعوت کردیم آقای حافظی که میکروفون دستون باشه و ما شنونده بفرم. حداقل در یک دهه گذشته خوزستان جزء پیشروهای حرکات اعتراضی بوده در ایران، علل خصوص از سال 96-98 1400 واقعی متروپول و الان که رسیدیم به اینجا همه به حق انتظار داشتن که خوزستان همچنان پیشرو باشه، ولی ما شاهد یک سکوت مرگبار بودیم در خوزستان. اگه بخوام به ترتیب اولویت دلایل رو من بگم، اینه که در تمام این سالهایی که بهش اشاره کردم اکثر بچهای اکتیویست خوزستان یا توی زندان محبوس شدن یا بازداشتن یا پرونده باز دارن و خیلی هاشون هم بلا فاصله وقتی قرار یه اتفاقی بیفته بازداشت میشن، مثل همین بازداشت هایی که ما توی دو سه روز گذشته شاهد بودیم در آبادان، اهواز، ایزه، بهبهان و چند شهر دیگه. مورد بعدی که باید بهش اشاره بکنم اینه که برخلاف تمام شهرهای دیگه که توی خیابون مردمشون دارن سرکوب میشن، سرکوب در خوزستان از توی خونه ها شروع میشه و این رو نباید فراموش کنیم که خوزستان شاید بشه به جرأت این رو گفت که مهمترین منبع درآمد جمهوری اسلامیه. پس برای این که آرامش اونجا حفظ بشه برای پول در آوردن، همیشه سرکوبش کرده و همیشه نیروی امنیتی و سرکوبگر توی خوزستان حاضره برای یک همچین رفتاری. اما یک واقعیت هم هست آقای فلاحتی، همونی که شما بهش اشاره کردید. ببینید، به دو چهره من باید اشاره کنم، علی شمخانی و محسن رضایی، دو چهره‌ای که سالیان سال جزء بدنه اصلی نظام هستند، یکیشون عرب و یکیشون بختیاری، که در تمام این سالها سعی کردن به نفع حکومت و به ضرر مردم خودشون هم شیوخ عرب رو هم برخی از خانهای بختیاری رو در استان خوزستان، حالا یا با پیشنهاد پول یا با پیشنهاد پست و مقام یا استخدام اطرافیانشون توی مراکز مختلف به سکوت دعوت کنن و گاهن موفق هم بودن. آخرین بار توی همین واقعه متروپول، دقیقا همون اشاره درستی که شما کردید، وقتی که عشایر عرب با پرچم اومدن توی خیابون و معنیش رو دیگه امروز همه مردم ایران میدونن چیه، ما دیدیم که جلساتی علی شمخانی با برخی از شیوخ داشت و بلا فاصله تونستن که این جوانها رو یه جوری ترمزشون رو بکشن، دیگه اجازه ندن ادامه بدن. یک بخش دیگری هم همون اشاره‌ایه که باز شما کردید. ببینید، تفکر سنتی همچنان نه فقط در استان خوزستان، در خیلی استانهای دیگه در بخشی از لایه‌های اجتماعی حاکمه. اینی که نظام یا جا میندازه که این انقلاب برای بی‌حجابیه و برای اینکه حجاب از سر دختران شما بردارند نمیتونه بی تأثیر باشه و خیلی هاشون به این فکر کردن که اجازه ندن این اتفاق بیفته، در صورتی که همین خانمی که شما ویدیوشو پخش کردید بسیار زیبا اشاره کرد که شمایی که نگران حجابید، آیا زنای با حجاب رو نمیبینید که توی زباله ها دارن دنبال قضا میگردن و مردمی که به واقع بیپناه بودن همیشه توی این سالها، بحث اخراج میشه، کارگر عرب اخراج میشه قبل از هر کسی دیگه، بحث بازداشت بچهای عرب قبل از هر کسی دیگه بازداشت میشن، بحث نمیدونم برچسب زدن و مهر زدن، اولین کسی که برچسب میخوره بچهای عرب منطقه هستن و این همواره بوده.
آقای قفازی، ببینید شاید به دلیل اینکه خوزستانی ها نمیدونم، شاید به دلیل اینکه مذهبی ترن، بافت شیعه توشون بیشتره نسبت، من دارم مثلا مقایسه میکنم با کردستان، این فشار سنت مرد سالاری پدر سالاری در واقع در کردستان خیلی شدیده. ما خیلی از قتلای به قول خودشون ناموسی رو، شاید آمار کردستان بیشتر از بقیه جاها باشه، در روستاهای کردستان، ولی ما میبینیم که اصلا این انقلاب زن جیان آزادی، جنجیان آزادی از اونجا شروع میشه و الان هم که داریم میبینیم، در یک ماه گذشته هم دیدیم. به هر حال ساخت عشیره‌ای شاید خیلی در خوزستان تعیین کننده است. ببینید سران عشایر عرب چقدر موثرند در اعتراضات شهری در خوزستان، اشاره هایی کردین شما، یا همون استانهای همجوار. میگم سران عشایر به این دلیل که ببینین مردم در واقع همیشه محکوم حاکمانن، حاکمان در عشیره، خب رئیس عشیره است، رئیس طایفه است، هر کسی، و همینطوری نما گسترش بدیم ولا تو خانواده تا برسیم به عشیره و اینها، این مردم تابع رئیس عشیره، وقتی که شما میگین مثلا خان یا رئیس عشیره دستور میده، اینا تابع اون هستن. خب بدیهی است که نمیخواد وضع موجود تغییر پیدا کنه، شما همه کاسه کوزش به هم میریزه. چقدر اینها مؤثرن در جلوگیری از گسترش اعتراضات شهری به ویژه؟ قطعا نمیشه تاثیرشون رو منکر شد، چون بارها و بارها ما به وضوح دیدیم موقعی که ایران با عراق وارد جنگ شد، اولین مردمی که اومدن و ایستادن در مرز برای دفاع از بستان و سوسنگرد و حمیدیه بگیریم تا خرمشهر و آبادان، همون عرب‌هایی بودن که اونجا ساکن بودن و اکثرا هم به فرمان و حکم شیوخشون بود که اومدن از آب و خاکشون دفاع بکنن. ولی ببینید یک مسئله‌ای که اونجا به وضوح احساس میشه که توی بخش قبلی صحبتتون بهش اشاره کردید، من خیلی بحث مذهبی رو دخیل نمیبینم، بیشتر تفکرات سنتیه. یعنی وقتی که همسر منا حیدری میاد گردن زنش رو میبره و با اون وضع فجیع این سر بریده رو توی خیابونهای اطراف خونش میچرخونه، این ربطی به مذهبش نداره، این اون تفکرات سنتیه که مثلا برای بازیابی آبروش یا برای غیرتی که همه میگفتن از دست داده باید یه همچین کاری بکنه. بعد هم ما میبینیم که حمایت میشه هم از طرف حکومت که اتفاقا دوست داره چون این تفکری بمونه داخل مناطق سنتی تر، هم از طرف شیخ و اقوامش که میرن میشینن صحبت میکنن جلسه میگیرن که رضایت بگیرن از خانواده مقتول، و همه اینا دست به دست هم میده که یک همچین جامعه‌ای به وجود بیاد. ولی واقعا شیوخ عرب اگر بخواهند و اگر خودشون توی رفاه نبودن، درک میکردن که فامیلشون، اقوامشون، عشیرهشون چطوری به چه سختی داره زندگی میکنه، من فکر میکنم اینجوری سکوت نمیکردن. دقیقا درست میگید شما، منافعشون الان ایجاب میکنه که سکوت کنن. کدومی که از شیوخ عرب در تمام این سالها فریاد زده و سینه سپر کرده وقتی که بچه های عرب رو از پالایشگاه اخراج کردن، یا از صنایع نیشکر اخراج کردن، یا از صنعت فولاد اهواز اخراج کردن؟ کدومی که از شیوخ عرب اومد و یقه نماینده هایی رو که با وعد وعید به مردم عرب در دور افتاده ترین روستاها رفتن به مجلس و بعد اولین کسانی رو که فراموش کردن همون عرب ها بود، کدومی که از شیوخ اومد یقه این نماینده ها رو گرفت؟ ولی تا دلتون بخواد عکس و فیلم هست که همون شیوخ با نماینده ها، با نمیدونم افراد بالا رتبه استان در بحث اداری میشینن، هش و نش دارن و اصلا لحظه ای به این فکر نمی کنن که مردمشون چطوری دارن زندگی میکنن. نه فقط عرب ها، بختیاری ها هم همینطورن و واقعا اینا حقشون نیست. وقتی که شما نگاه بکنید از شمال خوزستان که مسجد سلیمان لالی اندیکاست تا جنوب خوزستان
روی نفت خوابیده، روی گاز خوابیده، صنعت نیشکر داره، صنعت فولاد داره، ولی فقیرترین مردم رو ما اونجا داریم. فقیرترین مردم رو ما اونجا داریم. ببینین، خب بله، در این شک نیست. آقای حافظی، شما فرمودین که شیوخ عرب یا سران عشیره بگیم، نمیدونم چی مصطلحه در اونجا، اینها عشیره شون یا طایفه شون بهشون گوش میدن، درست فرض میکنن؟ به نفوذ دارن. چقدر نفوذ دارن؟ نریم همین، برای همین میخوام منم جان این نسل جدید دیگه خیلی گوش به فرمان شیوخ نیستن، واقعیتش اینه. من میخوام یه پاسخی ما پیدا کنیم برای افرادی مثل من که آشنایی ندارن با بافت اجتماعی در خوزستان، و به فرمایش شما این سکوتی که تا حدودی حالا اهواز از چند شب پیش آمده به خیابون، آبادان دیوار نویسی ها و تو خیابون بودن هست، ولی خیلی از شهرهایی که ما دیدیم، یک زمانی سوسنگرد برای نان، برای آب به ویژه، یعنی چیزی که مستقیم به منافع مستقیم مردم مربوط میشه، از جانشون میگذشتن برای اینکه برسن به آنچه که میخوان. به فرمایش شما فقیرترین های ایران در این مناطق هستند، به اضافه حالا یعنی جنوب، به طور کل جنوب شرقی ایران و خوزستان، به ویژه عرب های خوزستان. خب اگر شیوخ عرب مانع گسترش و جمعیت عرب خوزستان هم اگر حدود 50% خوزستان نباشه، من نمیدونم چه، هیچ وقت متاسفانه هیچ وقت متاسفانه چیز ندادن، آمار دقیق نمیدن، ولی اگر حداقل 50% نباشه، از نیم کمتر قطعا نیست. خب چرا بنابراین نمیپذیریم که این شیوخ عرب هستن که ساختن با جمهوری اسلامی و مانع گسترش اعتراضات میشن؟ من میخوام پاسخ اینو بدین تا بعد بپردازم به این که من نمیخوام فارس و عرب بکنیم. میگم این عرض کردم، ما مردم عربو با حاکمانی که دنبال پولشون هستن، اشاره‌ای که شما کردین و قدرتشون، ما همه جا باید تفاوت بذاریم، چون اینا دنبال نانن، اونا دارن پول پارو میکنن. بفرمایید، خواهش میکنم. این یه واقعیته. ببینید، راجع به تاثیر شیوخ میخوام بگم، مردم عرب، خب من بزرگ شدم باشه تو اون منطقه زندگی کردم، بسیار معالی آدابند، مخصوصا جوانهاشون، یعنی وقتی یه بزرگتر توی مجلسی باشه خیلی معالی آداب رفتار میکنن، حرف گوش میکنن، روی حرفش حرف نمیزنن، و این شیوخ از این دارن سوء استفاده میکنن. و نسل جدید و نسل جوانتر متوجه این قضیه شده. شما وقتی که به خانه یک شیخ میری، وارد کاخ میشی، از هر نظر، ساختمان، امکانات، رفاه، و میبینی که پسرای شیخ همه توی بهترین وضعیت مالی، حلقه اول نزدیک به شیخ همه میتونن به راحتی استخدام بشن توی مراکز صنعتی، ولی وقتی نگاه به طایفه میکنی، میبینی فقر توش بیداد میکنه. نسل جدید این رو متوجه شده، و باز هم میگم این شیوخ نفعشون داخل اینه. اگر امروز، همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، شیوخ عرب کافیه، فراخوان هم نمیخواد بدن، فقط یک کلمه بگن که آقا فردا شب همه تو خیابون، بدون اینکه هیچ متنی منتشر کنن، فردا شب خاک خوزستان به توبره خواهد کشیده شد. ولی این کار رو نمی کنن، چون میدونن دیگه این منافع رو ندارن، چون میدونن دیگه نمیتونن از علی شمخانی و از نظام جمهوری اسلامی پورسانت بگیرن بابت سکوتی که دارن انجام میدن. پس بنابراین یه جورایی پاسخ منو دادین. میخواستم بپرسم بافت جمعیتی عرب و غیر عرب چقدر در اعتراضات نقش داره، که در واقع شما پاسخ دادین. اگه صحبت دیگه ای دارین در این زمینه بفرمایید، که من میخوام سوالای بعدی رو بپرسم ازتون. قطعاً ما نمیتونیم این رو منکر بشیم که بافت جمعیتی عرب در بخش اعتراضی در خوزستان بسیار موثره. شما فراموش نکنید که اصلا صدای زنان در اعتراضات از جایی شنیده شد که اون زن عرب در سوسنگرد که هیچ وقت هم ندونستیم کیه، و در اون تاریکی داد زد که تیر به سمت ما پرتاب نکنید، مظاهرات ما سلمیه. اونجا برای اولین بار ما متوجه شدیم صدای زنها داره میاد داخل اعتراضات،
و اونقدر دلیر ایستادن جلوی نیروی سرکوب. ولی بعد میبینیم چه اتفاقی میفته، نماینده مردم سوسنگر توی مجلس میاد همکاری میکنه برای سرکوب مردم خودش، شیوخ سکوت میکنن، واکنش نشون نمیدن و باعث میشن کلی جوان بازداشت بشن، زندانی بشن، کشته بشن، آب همگیرشون نیاد، تنها دارایی که اینا براشون مونده گاومیشاشون هستن، اونا هم بمیرن و هیچ کس هم ازشون حمایت نکن. خب امروز اعتراضات خیابونی تو شهرهایی مثل سوسنگر که شما ازش مثال آوردید که جمعیت عرب بالایی دارن و تو اعتراضات سالهای 96-98 برجسته بود، اشاره شما فرمودین، چرا اون اعتراضهایی که تو شهرهای دیگه ایران میبینیم، آیا دلیلش، من نمیخوام سوال کنم، دلیلش چی میتونه باشه که فرض کنید ما حرکتی نمیبینیم تو مسجد سلیمان، بهبهان، سوسنگرد، حتی شوشتر، بغل شوش، بغل گوشه فولاد و هفت‌تپه و به ویژه این شهرهایی که عرض میکنم خیلی خیلی مصرن در گرفتن حقشون وقتی که میان تو خیابون، مثل سوسنگردیا، چرا خبری نیست الان؟ دلیلش چیه؟ دلیلش این بافت اجتماعیه؟ دلیلش شیوخ عربن؟ دلیلش بازداشت هاست؟ شما رو ارجاع میدم به آمار بازداشت ها در دو هفته گذشته خوزستان. خوزستان با وجود این که کسی تو خیابون نیومده، جزو استان‌هایی که آمار بالای بازداشتی‌ها رو داشته. همزمان شما رو ارجاع میدم به رفتار نمایندگان مردم خوزستان در مجلس. البته من هیچ وقت بهشون نمیگم نماینده، میگم اعضای مجلس شورای اسلامی، جایی که مثلا سید مشتبه محفوظی نماینده آبادان به جای اینکه از مردمش دفاع کنه میره اون نطق میکنه و 10 دقیقه قربون صدقه علی خامنه ای میره. شما رو ارجاع میدم به 400 کارگری که از شرکت آبادان مشتاق در یک روز در پالایشگاه آبادان اخراج شدن پنجشنبه دو هفته قبل. شما رو ارجاع میدم به سرکوب فاز 2 پالایشگاه آبادان بعد از اون تجمع. همه اینا رو وقتی ما جمع میکنیم میبینیم که این مردم چنان دارن سرکوب میشن که جای نفس کشیدن براشون نمیمونه. بعد چه کار میکنن؟ باز هم اینقدر شرافتمندن که میان مشی اعتراضشون رو تغییر میدن، میان تو فاز اعتصاب، میان توی فاز این که توی واحدهای صنعتی که دارن کار میکنن حداقل چرخه تولید رو کند کنن، باز هم سرکوب میشن، باز هم جلوشون گرفته میشه و باز هم صدایی ندارن، هیچ کس صداشون نمیشه. چرا هیچ کس نیومد از مسئولین استان خوزستان، از نمایندگان مجلس که از نماینده های خوزستان که درصد بیشترشون عرب هستن، از مدیران استان خوزستان چرا هیچ کس نگفت آقا چرا اینقدر بچه های عرب رو از پالایشگاه آبادان ظرف دو هفته گذشته اخراج کردید؟ چرا مدیر عامل پالایشگاه آبادان حکیم قیم در جلسه نیمه رسمی میگه اگر آقا به من اذن میداد تمام اینا رو به رگبار میبستم؟ آقای قیم، این بچه‌ها جشن گرفتن روزی که تو شدی مدیر عامل پالایشگاه، چون گفتن عربه، حرف ما رو میفهمه. ما نداشتیم در 20 سال گذشته آمار اخراج از پالایشگاه نداشتیم به اندازه‌ای که از روزی که تو مدیر عامل پالایشگاه شدی آمار اخراج داشتیم. همه هم بچهای عرب یا بچه های بومی خود آبادان و خرمشهر. به این دلیل مردم چنان سرکوب شدن که واقعا راه نفس براشون نمونده. آقای حافظی، یه اشاره هایی کردین، میخوام در یک پاسخ اینو در واقع یه مقدار جامع تر توضیح بدین که حکومت چجوری اختلاف سعی میکنه بندازه بین اقوام ایرانی در استانهایی که جمعیت بالای عرب دارن. حالا چون مثلا شما اشاره کردین به مدیر عامل عرب پالایشگاه و حتی شیوخی که گفتیم و اینا، از چه ابزاری استفاده میکنه؟ میخوام هممون روشن بشیم که آیا میشه در مقابلش در واقع ایستاد یا نمیشه اصلا. من معمولا این رکگوییم همیشه برام حاشیه درست کرده تو خوزستان، ولی اصلا اهمیت ندادم چون معتقدم باید حقیقت رو گفت. جمهوری اسلامی تمام چهره های تأثیرگذار سنتی رو در جامعه عرب خریده. هر کس مخالف این حرف منه، من حاضرم باش مناظره کنم و بهش ثابت کنم خریده.
جمهوری اسلامی تمام شیوخ عرب رو خریده. من نمیتونم بگم تمام خانه ها رو خریده، ولی میتونم بگم که تمام شیوخ رو خریده. چون ما چرا؟ چون ما میبینیم ظلمی که به بچه های عرب داره میشه به بقیه نمیشه، و سکوتی که در قبال اون ظلم هست جای دیگه نیست. جمهوری اسلامی اگر یک مدیر عربی رو میذاره پشت میز در استان خوزستان، مثل سید خلف موسوی که یک زمانی فرماندار آبادان بود، بعد شد مدیر کل صنایع استان خوزستان، بعد شد شهردار اهواز، اینو از قبل خریده. جمهوری اسلامی اگر حکیم قیم رو میذاره مدیر عامل پالایشگاه نفت آبادان، اینو از قبل خریده. یا خریده یا یه جوری نشوندتش اونجا که میدونه اگه نطق بکشه کارش رو از دست میده، ولی اکثرا رو خریده. برای همینه که ما شاهد این ظلمیم، و برای همینه که این تفکر توی بچه های عرب به وجود میاد که حکومت داره به ما ظلم میکنه، و کاملا هم درسته. ولی این که حکومت داره به ما ظلم میکنه به اشتباه تبدیل به این میشه که فارس داره به ما ظلم میکنه، در صورتی که این درست نیست. و تمام این سالها حکومت جمهوری اسلامی با این روش به بلوچها، به کردها، به ترکها، به عربها، به لورها، به بختیاریها ظلم کرد که این نفاق رو به وجود بیاره. ولی یک شبه همه اون چیزی که ساخته بود خراب شد، و دیدی که مردم اومدن کف خیابون همدیگر رو صدا کردن. کارگر عرب پالایشگاه که اخراج شده، صاحب خانه غیر عربش تو آبادان بهش میگه که نمیخواد دیگه به من کرایه بدی، و کرایه های قبلی رو هم که دادی من ماه به ماه میدم بابت خرجی تا کار پیدا کنی. مردم ما تازه متوجه شدن و یادشون اومد که همدیگر دوست دارن، و جمهوری اسلامی بهشون دروغ گفته در تمام این سالها، و هر کی سعی کرده بود نفاق بندازه، این نفاق امروز به اتحاد تبدیل شد. در متروپول ما بیشترین کشته‌ای که دادیم کارگرای عرب جزیره مینو بودن، ولی ما دیدیم که بچه های ایزه و بهبهان و مسجد سلیمان هم اومدن بیرون عزاداری کردن، یزدی ها عزاداری کردن، در شاهینشهر و اصفهان عزاداری کردن، و همه با هم همصدا شدن. اما امروز این همبستگی بی نظیره، ما نداشتیم تا حالا نمونش رو در این بیش از چهار دهه، و خوشحالم که این اتفاق افتاده. خب تمام شیوخ عرب فرمایش شما جمهوری اسلامی خریده و باهاشون داره کار میکنه، ولی ما در ماجرای متروپول دیدیم که بعضی طوایف عرب آمدن، اشاره کردیم هم شما هم بنده، که آبادان و هشدار دادن به جمهوری اسلامی که اگه جمهوری اسلامی بخواد تیراندازی بکنه اینا ساکت نمیشن به مردم. خب دو حالت دارد به قول اسفونیا شما که آبادانی هستی، یکیش این است که بخشی از شیوخ عرب هستن که خریده نشدن و مستقل دارن کار میکنن، یک و همونا بودن که اومدن آبادان با پرچم هاشون. یک حالت دیگه هستش که حتی این شیوخی که مماشات میکنن با جمهوری اسلامی یا به فرمایش شما خریده شدن، خط قرمزهایی دارن، و این خط قرمز این است که اگر به من نمیدونم شاید به مردم مثلا آبادان، به مردم سوسنگرد، به مردم اهواز اگر تیراندازی بکنن بیان و فارس و عرب براشون مهم نباشه، واقعا نمیدونم آیا پاسخی دارید برای این. من یه نکته یادآوری کنم، در واقعه متروپول این جوانهای عرب بودن که بیرق بیرون آوردن، نه شیوخ عرب. شیوخ عرب این بیرق ها رو جمع کردن و برگردوندن توی قبیله. جوانهای عرب بودن که داغ داشتن و اومدن بیرون. و چرا این اتفاق افتاد؟ آقای فرهادی، اتفاق متروپول اتفاق آنی بود، در یک لحظه این ساختمون فرو ریخت و در یک لحظه چند بخش رو عزادار کرد. آبادان، جزیره مینو، منیوهی، اروندکنار، خرمشهر، همه عزادار شدن، و بابت اون هیجان آنی بود که این اتفاقات افتاد و مردم هم دیدی چقدر پرقدرت اومدن بیرون. همینجا هم بگم یک بخشی از مردم خوزستان هم همچنان شاید این دلخوریه پس ذهنشون مونده که چرا توی اون موقعی که شاید شرایط فراهم بود برای اون قیامی که از خوزستان شروع بشه، از طرف استانهای دیگه حمایت نشدند. چه من میگم اصلا این تفکر اشتباهیه، الان که موقعیتش هست باید همه از هم حمایت کنیم. این رو من میخواستم بگم که اونجا جوانهای عرب بودن که این کار رو کردن. با توجه به این مجموعه ای که حالا یک نگاهی
هرچند با توجه به زیق وقت سرسری در واقع انداختیم به این مسائل اجتماعی در خوزستان و پیوندش با اعتراضات سراسری، وقتی که الان نگاه میکنید چشمانداز رو چگونه میبینید در پیوند با قیام سراسری مردم ایران، مسئله عرب عجم به اصطلاح در خوزستان چقدر کار کرد داره و چقدر، چون عرض کردم تو بعضی حتی محیط های کارگری هم حتی من ارتباط دارم، میدونم که بعضی جاها متاسفانه کار کرد داشته قبلا، و چشمانداز رو چگونه میبینید؟ خلاصه ببینید، این تفکری که الان به وجود اومده و متوجه شدن که این تقسیم بندی عرب و عجم کار مردم نبوده و کار حکومت بوده، این میتونه یه نقطه شروع خوب باشه. شما اشاره کردید به این تبعیضی که وجود داشته، مخصوصا مثلا من بخوام مثال بزنم در همون هفت‌تپه یا در پالایشگاه آبادان، بیشتر اخراجی‌ها، بیشتر بازداشتی‌ها بچه‌های عربن. من دلیلش رو گفتم، چون اینا حامی ندارن، چون پشتیبان ندارن، چون کسی صدای اینا نمیشه، نه شیوخشون، نه نماینده‌هاشون، نه مدیران و مسئولینشون. ولی با توجه به جمیع مسائلی که صحبت کردیم راجبش و با توجه به این ظلم مضاعفی که در خوزستان هست، ببینید خوزستان محکوم به واکنش نشون دادن. اگه واکنش نشون نده، هم ظلم بر خودش بیشتر خواهد شد، هم اینکه این تو تاریخ ثبت میشه که یک قیامی در ایران شروع شد که یک جای، یک بزنگاهی خوزستان میتوانست کمک بکند و نکرد. و من میدونم مردم خوزستان اصلا دلشون نمیخواد همچین چیزی در تاریخ ثبت بشه. تحرکاتی که داریم میبینیم، هماهنگی هایی که داره انجام میشه، اخباری که حالا هم به من هم به سایر همکارانی که توی اون بوم کار میکنیم میرسه، این امید رو در ما به وجود آورده که ما به زودی شاهد تغییر رفتار در خوزستان خواهیم بود، تغییر رفتار با حکومت. آقای حافظی، در ادامه این روند برآمد در واقع طوفانی که در بعضی شهرهای ایران میبینیم، اگر در شهرهای خوزستان ببینیم، واکنش در ادامه این روند برآمد در واقع طوفانی که در بعضی شهرهای ایران میبینیم اگر در شهرهای خوزستان ببینیم واکنش شیوخ عرب چگونه خواهد بود؟ ببینید، اگر همچین رفتار طوفانی در خوزستان شکل بگیره، که من خیلی امیدوارم که این اتفاق بیفته، دیگه اونجا شیوخ عرب خیلی کاربرد نداره، خیلی کارکرد نداره، چون نوع سرکوب در خوزستان خیلی ظالمانه تر از نوع سرکوب در استانهای دیگه است. شما دیدید در واقعی متروپول یک ساختمان ریخته بود، انسانهای زیر آوار بودن، قبل از آمبولانس ماشین سرکوب رسید، چون اونجا قرار پول در بیاد، چون اونجا نفت قرار تولید بشه. و نوع سرکوب در خوزستان واقعا فرق میکنه. اینقدر حالا نمیخوام چون من خوزستانیم این رو بگم، این واقعیت تاریخه. شما نگاه کنید از سینما رکس که جمهوری اسلامی با سوزاندن مردم آبادان تونست اون اعتصابات نفتی رو شکل بده و بیاد روی کار، بعد در جنگ، بعد در خشکسالی، بعد در متروپول، در نیزارهای ماهشهر، همیشه جمهوری اسلامی این مردم رو کشته. جمهوری اسلامی صحبتش با مردم خوزستان حاشیه نداره، مستقیما دست به اسلحه میشه. و این بار توی این شرایط من فکر میکنم یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی خیلی سفت گرفته که خوزستان شلوغ نشه، به خاطر اینه که میدونه این بار دیگه مردم دست به سینه نمیشینن تا فقط جمهوری اسلامی اونها رو بزنه و اونها رو بکشه، چون خیلی خشمگینن و خیلی داغ دیدن، دیگه کاسه صبرشون لبریز شد. میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم که در واقع قیام طبقه متوسط در خوزستان، اگر بتونیم از این صحبت بکنیم، و پر شدن جوونا در کف خیابونی طبقه متوسط، که میگم اصطلاحاً شاید اصطلاح درستی نباشه، من در باره خوزستان به کار میبرم، چون مثلا فرض بفرمایید که میدونیم که ارتش بیکار به اصطلاح چه نقش تعیین کننده ای داره در تمام
تظاهرات سراسری در همه استانها، در شهرها، و جوانای بیکار بخش مهمی از این اعتراضات هستن، اعتراضات خیابونی هستن، همینایی که کشته میشن. در خوزستان آیا میتونیم این نتیجه رو بگیریم که در واقع کف خیابون تعیین خواهد کرد که شیوخ عرب چه زمانی به سمت مردم بچرخند؟ چون اینا در واقع استیلای خودشون رو بر طایفه شون میخوان دیگه، نمیخوان که زیر و رو بشه همه چیز. من میخوام از برنامه شما، از این حضور در برنامه تون یه استفاده بکنم و از بچه های عرب خوزستان یه خواهشی بکنم. ببینید، مردم الان کف خیابون دارن با یه حکومت می جنگن که حق ما رو ندادی. از شیوختون بپرسید چرا شما باید در فقر باشید اونا در رفاه. اگه تونستن توجیهتون کنن، از اون به بعد به حرفشون گوش کنید. بپرسید چرا بچه فلان شیخ، من نمیخوام اسمشو بیارم الان اینجا، فقط 27 میلیارد تومان ماشین داره، در بهترین جای تهران خونه ای داره که سر و تهش رو نمیشه بدون ماشین رفت و گشت، ولی شماها بیکارید، شماها باید ساعتها برید پشت درب پالایشگاه یا صنایع فولاد یا نیشکر که به عنوان کارگر روزمزد استخدامتون کنن. اگر تونستن شما رو توجیه کنن، به حرفشون گوش کنید. ولی اگر توجیهتون نکردن، خودتون تصمیم بگیرید. چون اگر الان تو این بزنگاه تصمیم نگیرید، مطمئن باشید هر روز بیشتر از روز قبل رو به عقب خواهید رفت. بسیار سپاسگزارم آقای سعید حافظی، روزنامه‌نگار آبادانی، که در این برنامه در خدمتشون بودیم. شبتون بخیر آقای حافظی. شب بخیر. ببینیم، پراکندگی در اعتراضات سراسری هست، کم و بیش بسته به شهر و منطقه. حکومت سعی کرده که با بستن اینترنت و جلوگیری از انتشار خبر در واقع باعث بشه که خبر قیام سراسری کمتر پخش بشه. در جریان اعتصاب‌های کوتاه مدت کارگری در همین استان خوزستانی که الان داریم ازش صحبت میکنیم، در اصلوی این حتی پیمانی های پالایشگاه فاز دو پارس جنوبی، ببینین اینها همه خبراش جست گریخته می آمد. بعضی هاش آقای حافظی اشاره کردن با اغراق می آمد، بعضی هاش اصلا نمی آمد، عکس و فیلم و ویدیو اصلا منتشر نمی شد. بعد می فهمیدیم که فلان روز اعتصاب کردن و مثلا این تعداد از کارگرها رو گرفتن. اینترنت رو میبنده جمهوری اسلامی برای اینکه این اخبار منتشر نشه. اخبار کف خیابون هم همینجور در شهرهای مختلف به همین صورت. این پراکندگی که جمهوری اسلامی حتی در انتشار خبر به وجود آورده، بخشیش به خود مردم میخوام بگم مربوط میشه. مثال عرض میکنم، بعد از تجمع وکلای تعهد پذیر دادگستری در مقابل ساختمان کانون وکلای مرکز که 20 مهر ماه برگزار شد، هفته پیش هم بهش اشاره کردیم، دستگاه سرکوب حکومت بیش از پیش متمرکز شد به طور طبیعی و بدیهی روی وکلای دادگستری. امیر مهدیپور، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان آذربایجان شرقی، توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت شد و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. مهدیپور سومین وکیل عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی است که در روزهای اخیر بازداشت شده است. شنبه 23 مهر 1401 نیز سینا یوسفی، نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. این وکیل حقوق بشری که همچنان در بازداشته، این وکیل حقوق بشری یک روز پیش از بازداشت با انتشار توییتی از تشکیل کمیته دفاع از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی خبر داده بود. من این خبر رو که میخونم، اگه لطف کنین دوستان اتاق فرمان، این عکس این سه وکیل رو الان همین که الان پخش کردیم دوباره بذاریم که روشن بشه. امیر مهدیپور، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان آذربایجان شرقی،
آقای سینا یوسفی نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی. و من اشاره بکنم که آقای یوسفی در ادامه توییتش نوشته بود که تنها در اعتراضات تبریز بیش از 1700 نفر توسط نهادهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. همزمان با بازداشت سینا یوسفی، نیروهای امنیتی قاسم بعدی عضو دیگر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی رو بازداشت کردند و به بند موقت زندان مرکزی تبریز منتقل کردند. قاسم بعدی بناب. آقای جعفر افشارینیا وکیل دادگستری اهل تبریز با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش از برنامه ریزی نهادهای امنیتی برای بازداشت 15 وکیل عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استان آذربایجان شرقی خبر داده است. خب کانون وکلای دادگستری مرکز و بقیه کانونهای وکلا در شهرهای دیگه کجان؟ چرا سکوت کردن؟ این پراکندگی که میگن بخشش به خود مردم مربوط میشه، منظورم اینه وکلا خودشون بهتر از هر کسی میدونن که وقتی کسی بازداشت میشه سکوت کردن باعث آزادیش نمیشه. برعکس، انتشار گسترده خبر بازداشت و اعتراض به بازداشته که فشار رو از روی بازداشت شده یا زندانی کم میکنه، بسا باعث آزادیش شده. این موضوع رو، این ضرورت رو خود وکلا بارها به خود بنده و حتما به بقیه اهل رسانه گفتن که سکوت نباید کرد. هرچی خبرش بیشتر منعکس بشه، هرچه دفاع بکنن وکلا از اونها و بیان با صدای بلند بگن که ما داریم دفاع میکنیم. بابا همکاراتون افتادن زندان، تو تبریز، تو بناب، تو شهرهای دیگه، تو زنجان، چرا نمیرین دفاع بکنین؟ آقایونه و بانوان وکیل در کانون وکلای مرکز که قدرتتون بیشتر از بقیه وکیلا هست در کانونهای وکلای شهرستانها، چرا شهرهای دیگه کانونهای وکلاشون نمیرن دفاع بکنن؟ این پراکندگی که عرض میکنم، یه مثال کوچیک دیگه بزنم، این چند ثانیه‌ای که مونده بگم. جعفر پناهی و محمد رسولوف تو این آتش سوزی، این فاجعه زندان اوین، تو زندان بودن و هستن همچنان. صنف سینماگران ما کدوماشون دادشون در اومد که چرا اینا رو آزاد نمی کنین از زندان؟ یعنی ما افتخار آفرین ترین فیلمسازامون توی اوینن، اوین آتیش میزنن، شاگردای این فیلمسازا نمیرن داد بزنن که دارن از رو دست اونا فیلم میسازن، نمیرن داد بزنن چرا این هنرمندان بزرگ و چرا شما و بین المللی رو چرا آزاد نمی کنین؟ اینه، این پراکندگی دلیلش، بخش مهمش مردمن. بریم پرده آخر. داعش در عراق یه جور، در سوریه یه جور، اخیراً در افغانستان یه جور، به مدرسه بچه ها هم رحم نمی کنن. مدرسه دخترانه، مدرسه پسرانه منفجر میکنن، خانواده ها رو داغدار فرزندانشون میکنن. در فلسطین روزانه دارن آدم میکشن، بچه کوچیک میکشن، جوان میکشن، نوجوان میکشن، بزرگ، افراد بزرگسال رو میکشن، زندان میبرن، هزاران نفر رو در زندان زیر شکنجه قرار میدن. این داره اتفاق میفته جلوی چشم ماست. کسی که این ویدیو رو بر پرده آخر برای اون فرستاده بود، نوشته بود زیرش لعنت به ذات رهبر. شب و روزگار خوش.